روستای صوفیان کلاله میزبان 13 جشنواره ملی اسب اصیل ترکمن. اسمش چیه؟ اورتو اندروت گل آیم. چند سالشه؟ یه ساله. 240 رأس اسب از 15 استان کشور در این جشنواره شرکت کردن. جشنواره در 10 دور برگزار میشه و قضاوت توسط 3 داور بین المللی که از کشور ترکمنستان اومدن انجام خواهد شد. اصلا فکر نمی کردم یه همچین اسبی رو بتونم در ایران ببینم. اندام های اسب در 4 بخش اصلی مورد داوری قرار می گیرن. این دوره اولمون هست با 20 اسب. روستای صوفیان با اسباش اونقدر معروف شده که هر سال اردیبهشت ماه از دور و نزدیک برای دیدن زیباترین اسب ترکمن به اینجا میان. نیردن گرفتن. ترکیه استانبول. ما اسبهای زیبایی تو فرانسه داریم ولی به نظرم اسبهای ترکمن خیلی خیلی زیباترن. من 5 ساله که میام. خیلی عالی، امسال بهتر از سال پیش، شلوغ‌تر، اسبا خیلی خوب شدن. تقویت جایگاه گردشگری عملاً تقویت اقتصاد خانوار روستایی رو در پیش داره. جشنواره از ساعت 10 صبح شروع شد. داوران میمونن که کدوم رو انتخاب بکنن. بنابراین رقابت خیلی سخته. بعضی وقتا اسبا رم می‌کردن و ضربه‌های سنگینی به همراهانشون وارد می‌کردن. بالاخره حدود ساعت 9 شب بهترین و قوی‌ترین سیلمی یا همون اسب نر ترکمن انتخاب شد. روزگار هم امروز نماینده خراسان شمالی بوده و دیباترین مادیان ترکمن به نام نگار سیاه از باشگاه لواسان تهران انتخاب شد. جالبه بدونید نژادهای مسابقه‌ای اسب‌های اروپایی زیر شاخه نژاد اسب ترکمن هستند. این اسبا در زمان صفویه به اروپا رفته و رگه خونی اینها در اسبای توروبرد هم است. طی 13 سال برگزاری این جشنواره هدف اصلی حفظ ذخایر اصیل اسب نژاد ترکمن بوده. ما اسب ترکمن رو از انقراض خارج کردیم. این پتانسیل ژنتیکی رو باید ما در سطح کشور حفظ کنیم که بتونیم برای صادرات اسب ترکمن در سال بعد برنامه‌ریزی خیلی خوبی رو داشته باشیم. هنوز در گلستان جاهای بک وجود داره که اسبهای وحشیش دارای خونی خالص و گنجی با ارزش هستند. صدای سم اسب ترکمن در دشت‌های گلستان نوید از فرصت‌های زندگی می‌دهد. فرصتی در بستر اشتغالی اصیل و پایدار. میرحماد سیرحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای صوفیان کلاله.